درود تماشابینان عزیز، خلاصه خبرای مهم جمعه 23 اپریل تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. در این برنامه بازداشت دو امام خطیب در یک شب، امام مسجد یکچنور نیز دستگیر شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شناسنامه دادنش به جاسوس روسیه را رد میکند. قصد خودکشی دینا سایوا هنگام پخش مستقیم. دو سال حکم زندان سرباز قطاری که خود را بیماری روحی بانمود میکرد. بازداشت دزد کیسه‌بر در مرشودکه رقمی 48. و اکنون تفصیلات خبرخان. اسدالله اسماعیلوف امام مسجد محله یکچنور شهر دوشنبه شب 19 به 20 اپریل پس از انجام نماز تراویح در مسجد دستگیر شده است. اسدالله اسماعیلوف 42 سال و 6 فرزند داشته در دهه تپه سمرقند نویه رودکی زندگی میکرد. بنا به گزارش منبع این خبر رادیوی آزادی، مقامات صبح 20 اپریل منزل او را در تپه سمرقند کوفتکوف کرده قسمی از کتابهایش را برده اند. نزدیکان امام مسجد یکچنور روز 23 اپریل گفتند بجز از اینکه مقامات او را به صحبت دعوت کردند چیز دیگری درباره سبب بازداشتش نمیدانند، ولی امیدوارند که او را آزاد خواهند کرد. اسدالله اسماعیلوف علاکای دومین امام مسجد است که بعد شرکت در مراسم دفن داملو حکمت الله تاجیک آبادی دستگیر می شود. شام 19 اپریل مقامات امنیتی عبدالحق عابدوف سرخطیب مسجد مرکزی نویه شومنصور را هم دستگیر کردند. مقامات گفتند مخدوم عبدالحق و 5 نفر دیگر دستگیر شده با جریان ممنوع مذهبی سلفیه علاقه داشتند، ولی منابع بامداد خبر دادند که مخدوم عبدالحق در مراسم دفن داملو حکمت الله او را پیشوای بزرگ نام برده گفته است وقتی چنین عالمان از بین می روند مردم پیشواهای جاهل و گمراه را برای خود پیشوا می گیرند. با گفته منابع بامداد مقامات در این سخنان اشاره به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان را دیدند که سال 2016 صاحب عنوان پیشوای ملت شده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 23 اپریل با نشر یک معلوماتنامه ویژه از تاجیکستان شناسنامه گرفتن یکی از نفران گمانبر در ترکش انبارهای اسلحه در چیخ را رد کرد. از روی اخبارات رسانوی وابسته به ترکش انبار سلاح در جمهوری چیخ معلوم گردید است که گویا یکی از دو نفر گمانبران با شناسنامه خارجی جمهوری تاجیکستان به نام تبرف رسلان حلیموویچ صادر کرده باشد. چون این خبر می دهیم که طبق معلومات نومه مخزن یگانه شناسنامه های خدمات شناسنامه و بقیدگیری وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تحت رقم M005947 از 25 فوریه سال 2011 از جانب وزارت کارهای داخلی و واحدهای آن در شهر و ناحیه ها به شهروند تبرف رسلان حلیموویچ سنه تولدش 23 اکتبر سال 1975 شناسنامه داده نشده است، تاکید کرده است وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. این نهاد همچنین در مسئله شناسنامه تاجیکی رسلان تبرف افزود است که تا کنون درخواست رسمی از ساختارهای دولتی جمهوری چیخیا به مقامات کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در این خصوص وارد نگردید است. اما در حالی که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما از این کشور شناسنامه تاجیکی گرفتن یکی از گمانبران ترکشوی سال 2014 در انبارهای اصلی چیخیا را رد کرد، مقامات گواردیای ملی تاجیکستان تا کنون در رابطه با باز یک اتهام دیگری مطرح شده در ماجرای اخیراً در گرفته بین چیخ و روسیه استفاده افسران خدمات مخصوص روسیه از نامه الکترونی از نام گوارد ملی تاجیکستان برای رو یافتن به انبارهای اصلیه در شرق چیخ اظهار نظر نکردند. روز 22 اپریل بلوگر 21 ساله زاده تاجیکستان دینا سایوا که او را ملکه تیک تاک و یکی از بایترین بلوگرهای روسیه می نامند مخلصان خود را جدن و تشویش انداخت. دینا سایوا صحیفه بستش در اینستاگرام را برای چند ساعت باز کرد و به پخش مستقیم برآمد. در دوام این پخش مستقیم مدت طولانی تقریبا چیزی نمی گذشت و تماشابینان بجز از یک پرده سیاه چیزی نمی دیدند. مخلصان چیزی را نفهمیدند و در چت پیام می زدند که آیا اینجا چی با دینا می گذرد؟ و ناگهان شنیده شد که کسی تلاش دارد در حجره را که دینا از آنجا پخش مستقیم می برد بشکند. صدای مادر دینا و خوارش ملکه به گوش می رسید که با ترس و تلوسه
نام دین را گرفته فریاد می زدند. سپس صدای داد و فریاد بر آمده و در آخر دختر آواز برآورد که او زنده است. بعد این پخش مستقیم یک بار قطع شد و کسی به تماشابین های عیرت زده نفهموند که با دین چی شد. مخلصان چنین معنی گرفتند که دین قصد داشت در جریان پخش مستقیم خود را بکشد. چند پیش دین سایوا شکایت کرد که به سبب از تاجیکستان بودنش تحت حمله های پیوسته بدبینان قرار دارد. او صحیفه‌اش با چند میلیون پیرو را در اینستاگرام بست و اعتراف کرد که به سبب حمله های پیوسته داروهای ضد افسردگی و مایوسی استعمال میکند. برخی نوشتند که دین سایوا از معتاده تبابت میگیرد. دین سایوا 21 سال دارد. نام اصلی او مدینا بسایوا بوده، ملکه آینده تیک تاک روسیه در دوشنبه به دنیا آمده است. دین روش به سوی قله های شهرت را از لب جنباندن در هوای ترانه های معروف و نشر چنین ویدیوها در یوتیوب سر کرده بود. امروز دین سایوا با برند های مشهور چون کوکاکولا، دولچه گابانا قرارداد بسته، در کلیپ های ایگور کرید نقش اساسی را اجرا میکند و در بین مردم بدون محافظ نمیگردد. به حساب فوربس این دختر تاجک حالا هر ماه در تیک تاک 800 هزار روبل کار میکند. شماره پیروان او در این شبکه آنوز یک سال پیش از 16 میلیون گذشته بود. دین سایوا سالهای پیش با چندی از جوانان تاجک نیز وارد بحث های شدید شده بود. منتقدان تاجکش طرز لباس پوشی و رفتار دین سایوا را بیرون از حد آداب خاص یک دختر مسلمان نامیده از وی دعوت میکردند که خود را اصلاح کند. ولی دین سایوا میگفت کسی را اجازت نمیدید که به طرز زندگیش دخالت کنند و او را پند دهند. دادگاه عربی گرنیزون دوشنبه ساکن نویه واسه محمد علیف سیچو علمشویویش را بر اساس ماده 376 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در سرپیچی از ادای خدمت عربی برای از معیوب کنی گناهگار شناخته به 2 سال زندان محکوم کرد. حکم این سرباز روز 8 فوریه سال جاری صادر شده است. محمد علیف به آن عبدار می شود که خود را بیماری روحی وانمود کرده ساعت 3 شب 14 دکابر سال 2020 همگی 1.5 ماه بعد دعوتش به ارتش روی کش رخت خوابش را گرفته در پنجره تریزه اتاق رقم 4 نقطه طبی قسم حربی بسته در داخل اتاق با مقصد آن که این عملش را خدمتیان حربی مشاهده کنند از داخل اتاق صدای ارگونه اشیا می برارد. به هم خدمتانش میسر شده است که آن شب او را از تریزه فرارند. موافق خلاصه بیمارخانه جمهوروی کلینیکی بیماری های روانی، محمد علیف سیچا علمشویویچ گرفتار بیماری روحی نبوده رفتار ساختکارانه دارد و با حکم سود حربی گرنیزون دوشنبه به مهلت 2 سال از آزادی محروم گردید است. و در پایان برنامه چند خبر کریمینالی روز. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نوعی سینوی شهر دوشنبه به طور فوری بعد صادر شدن جنایت ساکن قبلا سود شده 29 ساله جماعت سرکشتی نوعی رودکی دوباره برای دزدی دستگیر شده است. او روز 22 اپریل ساعت تخمینا 16:40 در پایتخت در داخل میکروافتوبوس رقم 48 از جزدار یک جوانزن 21 ساله ساکن نویه سینو برای پنهانی همیون این زن را که در داخلش 166 سومونی، 100,000 ریال ایرانی، 500 ایورو، 12,500 سوم ازبکی بود دزدیده از جای حادثه غیب زده است. با او اکنون برای تکراراً دست به دزدی زدنش از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. همین طور یک جوان 19 ساله ساکن جماعت جلکول نویه دوستی با اون گمون بر می شود که شب 22 اپریل تخمینا ساعت 01:30 وارد مغازه زن 49 ساله ساکن امین جماعت شده از اونجا لباس های زنونه و دو دستگاه برقی صدا دهنده را دزدیده است. رحیم جان رحمان ساکن 38 ساله جماعت چارتیپه نویه رودکی با اون گمون بر می شود که روز 8 فوریه به باوری یک زن 34 ساله ساکن شهرک سامونیان در آمده ماشین تمغه کرایسلر سال برارشش 2008 رو 60,000 سومونی نرخ کرده گرفته است. این خریدار به زن وعده داده است که در کوتاه‌ترین مدت پول ماشینش رو میدهد ولی تا حال پول را نداده است. این بود چند خبر. خبرهای بیشتر رو در سامونه بامداد
پیگیری نموید. خوش باشید.